دیگه با کوچکترین پلی‌استیشن دنیا آشنا بشی، این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مونا خوش اومدین. این کنسول به هیچ وجه یک کنسول کلون نیست و ساخت خود شرکت سونیه. اسم این کنسول پلی‌استیشن تیویه، یک کنسول کوچیک و جمع جور از شرکت سونی که میتونه تمام بازی‌های پلی‌استیشن ویتا، PSP و پلی‌استیشن 1 رو به زیبایی هرچه تمام روی تلویزیون‌های بزرگ LCD شما اجرا کنه. این محصول برای اولین بار در سال 2014 در ژاپن عرضه شد و به فاصله چند ماه هم در سرتاسر دنیا در دسترس عموم قرار گرفت. ویتا تیوی در واقع اولین مینی کنسول خانواده پلی‌استیشن بود و سونی می‌خواست با این کنسول کوچولو یه جونه دوباره به ویتا بده. ویتا تیوی در واقع همون سخت افزار ویتا رو داره بدون نمایشگر. شاید براتون جالب باشه که بدونید توی اون سالی که این کنسول روانه بازار شد، یکی از موضوعاتی که سونی برای محصول حسابی تبلیغ میکرد سیستم استریم کردن کنسول پلی‌استیشن 4 بود که توی اون دوره هم واقعا بی‌نظیر بود. این کنسول بدون دسته فروخته میشد. البته فکر میکنم باندل با دستم داشت که دستای پلی‌استیشن 3 و 4 بهش وصل میشد. شما به راحتی میتونید دسته کنسول پلی‌استیشن خودتون رو بهش وصل کنید و لذتش رو ببرید. این کنسول درست مثل ویتا کارتریج میخوره. در واقع همون کارتریج های ویتا روی این کنسول هم کار میکنه، ولی برای بازی های PSP و پلی‌استیشن 1 شما باید از استور خودتون دانلودشون کنید که الحق و الانصاف هم با کیفیت عالی اجرا میشن. متاسفانه این کنسول بعد از یک سال تولیدش متوقف شد. اما چرا؟ به خاطر عدم حمایت سونی. کنسول در زمان لانچ خیلی مشکلات داشت. به طور مثال خیلی از بازی‌های ویتا روی این کنسول کار نمی‌کردن و سونی حتی زحمت یه آپدیت ساده هم به خودش نمی‌داد تا این مشکل حل بکنه. اگه بخوام کلی بگم، با شرایطی که سونی این کنسول رو عرضه کرده، ویتا تیوی واقعا ارزش خرید نداره. و اما این بین یه اتفاق جالب افتاد. هکرها دست به کار شدن و این کنسول رو هک کردن. بدون شک من هک کردن ویتا تیوی رو به همتون پیشنهاد میکنم، حتی اگه دوست ندارید بازی ها رو پایرت بازی کنید. مهمترین فیچری که هک ویتا تیوی به این کنسول میاره امکان اجرای تمام بازی های ویتا روی این کنسوله. باور کردنی نیست، ولی آنچارتد که معروف ترین بازی ویتا هم هست به صورت پیش‌فرض روی ویتا تیوی اجرا نمیشه. ولی با این هک ساده شما میتونید از این بازی خوب روی تلویزیون 4K خودتون لذت ببرید. تقریبا تمام شبیه سازهای رترو رو بدون کوچکترین مشکلی و با کیفیت عالی هم اجرا میکنه. هک کردن این کنسول خیلی راحته. توی اینترنت سرچ کنی کلی آموزش هم براش وجود داره. قبل از اینکه چند تا بازی برای این کنسول معرفی کنم، دو تا موضوع رو بگم. اول اینکه ما روی ویتا تیوی کلی، یعنی کلی بازی RPG داریم که یه جورایی این کنسول بهشت علاقه مندان به این سبکه. ولی از اون جایی که توی ایران زیاد این سبک طرفدار نداره، من خیلی از بازی های خوب این ژانر رو توی این لیست نیاوردم. دومین نکته اینه که تمام بازی هایی که دارم معرفی میکنم روی ویتا هم قابل اجراست. اگه بخوام یه رنج قیمتی هم به این کنسول تعیین کنم، به نظر من 2 میلیون ارزش داره. بیشتر بعید میدونم. پس اون لایک و خوشگل رو بزن و شروع کنیم. بازی اول این لیست یه هیدن جم به تمام معناست که حتما همه باید تجربهش کنه. گراویتی راش. مگه میشه از بازی های ویتا و ویتا تیوی صحبت کرد و چیزی در مورد گراویتی راش نگفت؟ گراویتی راش از اون دست از بازی هاست که میارزه به خاطرش این کنسول رو بخرید. پورتگنست شما توی این بازی این توانایی رو داره که جاذبه رو کنترل کنه و کل بازی هم حول این مکانیک میچرخه. شخصیت شما با این مکانیک میتونه روی در و دیوار راه بره. البته شما یه انرژی بار برای این تواناییتون دارید که یه جوری مثل استامینار میمونه. بازی کلی لول آپ هم در اختیار شما میذاره که باهاشون میتونید کلی توانایی جدید هم به شخصیتتون اضافه کنید. بازی از یه گرافیک سل شیدد طوری استفاده کرده که همین موضوع هم باعث میشه گرافیک بازی حتی توی سال 2022 هم به شدت خوب و بروز باشه. این بازی بعدها روی پلی‌استیشن 4 هم پورت شده و همینک در سرویس پلی‌استیشن پلاس در دسترسه. حتما تجربهش کنید و از لحظه لحظش لذت خواهید برد. کیلزول مرسنری. البته کیلزون از نظر من بهترینه، چون کلی خاطره خوب باهاش دارم. واقعا گرافیک این بازی برای یه مینی کنسول واقعا بی بدیله. این گرافیک شبیه بازی های اولیه پلی‌استیشن 4 از نظر من.
کیلزون به صورت آفیشال از ویتا تیوی پشتیبانی میکنه و حتی دسته‌ای هم که به کنسول وصل کردید رو شناسایی میکنه. احتمالا کسانی که منو میشناسن از شنیدن این موضوع سورپرایز میشن، ولی من از بخش آنلاین این بازی به مراتب بیشتر از بخش داستانیش لذت بردم. میکانیکای تیراندازی توی این بازی واقعا عالی طراحی شدن و اسلحه های شما یه وزن خاصی داره که به خود من خیلی میچسبه. یکی دیگه از فیچرهای خیلی خاص گیم پلی این بازی حمله های ملی هستش که واقعا خیلی حال میده. کیلزون مرسنری هیچ وقت روی هیچ کنسول دیگه ای پورت نشده و تنها راه تجربه این بازی روی ویتا یا ویتا تیویه. سرورهای آنلاینش هم هنوز فعاله. بازی بعدی عالی نیست ولی خیلی خواست. بازی ای ریس اسپید. شما توی این بازی با یه مسابقه آرکید توری طرف هستین که به جای رقابت با دیگر ماشین ها باید با ساعت مسابقه بدید. در نگاه اول مسخره میاد ولی خدایی بازیش خوبه. کوچکترین تماسی با هر چیزی شما رو در یک ضربه نابود میکنه و زمانی که بازی در اختیار شما قرار میده واقعا کمه. همین موضوع باعث میشه که همیشه با نهایت سرعت حرکت کنید. همین گیم پلی فست حسابی میچسبه. بازیش اونجوری نیست که شما رو اسیر خودش بکنه، ولی برای خالی شدن استرس و سرگرمی خداییش خوبه. راستی میدونید که من بازی های وایپ اوت رو خیلی دوست دارم. یه نسخه خوب هم از این فرانچایز محبوب روی این کنسول وجود داره. گرافیک بازی واقعا در حد بازی های پلی‌استیشن 3 هستش. ما توی این بازی مودهای مختلف داریم، از مسابقه تا تایم ایونت بگیر تا مود سوایور. یکی از مودهای مورد علاقه من توی این بازی دیستراکشنه که باید توش ماشین های دیگر رو خراب کنید و هر چی بیشتر آسیب برسونید امتیاز بیشتری میگیرید. تنها مشکلی که من توی این بازی دیدم فریم بازیه که روی 30 لاکه. یه خورده عجیبه این فریم، چون توی تمام بازی های وایپ اوت فریمشون حداقل 60ه. در کل بازیش خوبه. اگه ویتا یا ویتا تیوی هم ندارید، این بازی بعدها روی پلیستیشن 3 هم پورت شده. اسم پورتش هم وایپ اوت اچ دیه. و اما بازی بعدی که به خاطرش ارزش داره که این کنسول رو بخریش، Uncharted Golden Abyss. این بازی سالی که اومد اصلا ترکوند. البته این نکته رو بگم که Uncharted Golden Abyss یکی از عناوین لانچ ویتا بود و خود من به خاطر این بازی رفتم و ویتا رو در روز عرضه تهیه کردم. خودش هم بازیش خیلی خوب بود و این گرافیک امروزه هم خوب به نظر میرسه. شاید براتون جالب باشه که بدونید اولین Unchartedی که من تموم کردم این شماره بود. این بازی تا به امروز یه عنوان کاملا انحصاری به شما میاد و تا به حال روی هیچ کدوم از کنسول های دیگه سونی پورت نشده. بازی توسط ناتی داک البته توسعه پیدا نکرده، ولی بن استدیو هم خدایی چیزی براش کم نذاشته و بازی با توجه به سخت افزاری که روش عرضه شده یه بازی قوی به شما میاد. اگه یه ویتا یا پلی‌استیشن تیوی رسید دستتون حتما تجربهش کنید. حرف Uncharted شد، بذارید به تیر اوی هم یه اشاره ای بکنم. بازی که شبیه هیچ بازی دیگه ای نیست. متاسفانه این بازی اصلا خوب روی ویتا تیوی اجرا نمیشه، چون بازی بارها و بارها از دوربین و تاج پد های ویتا استفاده میکنه که همین موضوع انجام این بازی رو روی ویتا تیوی عملا غیر ممکن میکنه. بازی بدون شک خیلی بازی عالیه، ولی از اونجا که روی ویتا تیوی درست اجرا نمیشه و در این اپیزود هم قراره به ویتا تیوی بپردازیم، زیاد بهش نمیپردازم. برای بازی آخر تصمیم گرفتم که یکی از باحالترین و خاص‌ترین بازی هایی که تا حالا تجربه کردم رو بهتون معرفی کنم. اسم این بازی سول سکریفایزه. این بازی ته خلاقیته. شما توی بازی در نقش یه فردی هستی که توسط یه نیروی شیطانی اسیر شده. داخل جایی که اسیر شدی شما موفق میشید این کتاب رو پیدا کنید. این کتاب دفتر خاطرات فردیه که قبل از شما داخل این سلول بوده. با خوندن هر صفحه این کتاب شما وارد یه دنیای دیگه میشید و با موجودات اهریمنی مبارزه میکنید. حالا نکته ای که داره اینه که شما دشمنها رو یا میتونید بکشید یا ببخشید، که هر کدوم از اینها یه قدرت خاصی به شما میده. بازی سول سکریفایز از اون دسته از بازی هاست که طول میکشه تا روی شما تاثیر بذاره، ولی وقتی که درگیر گیم پلیش میشید واقعا بهش اعتیاد پیدا میکنید. گرافیک بازی زیاد خوب نیست، ولی توی این سبک از بازی ها گرافیک هم آنچنان مهم نیست. حتما تجربهش کنید، یه چند ساعتی بهش فرصت بدید.
بدون شک پشیمون نمیشید. خب نظر شما در مورد این بازی ها چی بود؟ کدومشون رو تجربه کرده بودین؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید.